Hello dear friends, hope you're doing great. I'm Hanna and I'm back with another episode of pronunciation videos. And in this video, we're going to be talking about uh, another consonant digraphs. In the first episode, we talked about the consonant digraph sh. At the beginning of the words and in this video, we're going to learn lots of new words that end with sh consonant digraph. سلام دوستای عزیزم حالتون چطوره؟ حنا هستم از تیم فراز زبان برگشتم با یه درس دیگه از سری درس های تلفظمون امروز میخوایم کلماتی که با کانسننت دایگراف شت تموم میشن رو یاد بگیریم توی درس قبلی کانسننت دایگراف شر رو در ابتدای کلمات یاد گرفتیم تلفظشون معنیاشون و همینطور در قالب مثال های تمرینشون کردیم امروز میخوایم همین کانسننت دایگراف رو در انتهای کلمات با هم یاد بگیریم کلمات بسیار زیادی رو قرار امروز یاد بگیریم با تلفظشون و معنیاشون و نقش دستوریشون و همونطور که میدونید آخر ویدیو یک سری مثال هایی داریم جملات مثالی داریم که این کلمات رو توی اونها تمرین میکنیم So, let's dive in. Dish. dish noun verb noun غذا خوراک ظرف verb در بشقاب ریختن fish fish noun verb noun ماهی verb ماهی گرفتن جستجو کردن dish fish wish wish noun verb noun آرزو خواست verb آرزو داشتن میل داشتن سویش swish, swish noun verb noun صدای فش فش این یک چیزی که توی هوا سریع حرکت میکنه صدا اونجور صدا میده رو ما بهش میگیم سویش verb صدای فش فش دادن wish swish مش، mash now verb now توری شبکه قربال الک ور تور ساختن در هم گیر کردن در هم افتادن در هم گرفتن چفت شدن به اصطلاح flash نون verb نون گوشت گوشت میوه ورب چاخ شدن چاخ کردن جشم, جسم جسم ساری جسم بخشیدن به چیزی واقعیت بخشیدن به چیزی مش فلش فرش فرش ادجکتیو ادورب ادجکتیو تازه خنک سبز ادورب به تازگی با تراوت با نشاط رش رش ورب ناون Now عجله یورش Verb عجله کردن یورش بردن حمله کردن Fresh Rush Hush Hush Noun Verb Noun سکوت Verb ساکت کردن ساکت شدن گش گش Noun Verb Noun ریزش تراوش ورب روان شدن فواره زدن جاری شدن با فشار بیرون زدن هاش گاش ماش ماش ناون خمید نرم یا حریره حری خصوصا حریره آرد ذرت حریره ذرت لش لش adjective ناون الکلی با شکوه شاداب نون از الکلی اجکتیو با شاداب ماش لاش برش برش نون ورب نون قلمو برس فرچه مسواک ورب مسواک زدن رنگ زدن تمیز کردن کراش کراش نام ور نام ازدهام علاقه ور له کردن له شدن خورد کردن خورد شدن براش کراش بلاش بلاش ور نام ور شرمنده شدن سرخ شدن در اصلا شرمندگی یا خجالت نام سرخی صورت در اثر خجالت و شرمندگی فلاش سرخ شدن it's both a verb and a noun as a verb سرخ شدن or سیفون توالت رو کشیدن and as a noun سرخ شده ای سیفون این فلاش ممکنه سرخ شدن به خاطر خجالت عصبانیت گرما مریضی باشه so flush flush plush, plush. adjective noun مخمل نرم و دارای پورت های بلند or just مخمل adjective شکوهمند پر زرق و برق شش شش it's both an exclamation and a verb as an exclamation هیس ساکت باش as a verb ساکت کردن plush شش جاش جاش If it's written with a capital J, it is a proper noun. به معنی جاش اگه با capital J نوشته بشه. اسم یک شخصه. But if it's written with a small J, it, it is a verb which means کسی رو دست انداختن. شوخی کردن. And Slash Slash گل نرم برفا برف آبکی. Ash. Ash. خاکستر it's a noun درخت زبان گنجش بقایای جسد انسان بعد از مرگ رو we call ash cash cash noun verb noun پول نقد موجودی verb نقد کردن وصول کردن دریافت کردن so ash cash دش. دش. noun verb از noun حرکت سریع اور خط تیره از ورب با عجله رفتن انداختن بش بش ورب اند ناون از ورب محکم زدن در هم کوبیدن با حرف یا ضربه به کسی حمله ور شدن از نون مهمونی با شکو داش گش گش Noun and verb. As a noun, زخم بریدگی. As a verb, بریدن زخم زدن هش هش noun and verb as a noun it's a kind of food یه یعنی غذایی گوشت غذایی که با گوشت و سیب زمینی پخته میشه uh, or, or even hashish and hashtag اوکی okay? اون علامت هشتگ از ورب خورد کردن ریز ریز کردن گش هش لش لش Verb and noun. As a verb, سخت زدن, محکم چیزی رو زدن, شلاق خوردن, شلاق زدن. از a noun, مجه, مجگان, شلاق, تازیانه. <coughs> Sorry. مش <coughs> مش Noun and verb. از a noun, خمیر نرم, پوره, خیسانده مالتی که برای درست کردن آب جو استفاده میشه. as a verb خورد کردن خمیر کردن لَش مش اسمش اسمش verb noun as a verb برشکست شکست شدن شکست دادن خورد کردن برخورد کردن and as a noun برخورد تصادف رش رش noun an adjective as a noun دانه جوش as a as an adjective sorry تند اجول، بی احتیاط so smash rash the next word is sash. Sash. که بالا پایین دو تا پنجره که دو قسمت داره بالا و پایین هم پایینی بالا پایین میره اور شال کمر این شالی که یه قسمتش توی کمر قرار میگیره و به صورت کجه یه وری میره سمت شونه اصولاً بخشی از یونیفرم مثلا نظامی ها هست Branch. Branch. It's an adjective which means Gostak Bishar Bihaya. Sash. Branch. Let's go to the next word which is crash. Crash is noun and verb. As a noun, سر و صدا، سقوط، صدای بلند یا ناگهانی. And as a verb, سقوط کردن، تصادف کردن. Trash. Trash. Uh, both a noun and a verb. از نام نخاله، آشغال، چرت و پرت، چیزای مزخرف. از ورب دور انداختن، خراب کردن، انتقاد کردن. Crash, trash. The next word is clash, clash. Both a noun and a verb. Noun, جر و بحث، زد و خورد، تفاوت و مغایرت. Verb, به هم خوردن، تضاد پیدا کردن، برخورد داشتن. Flash, Flash، Verb and Noun از نام لحظه فلاش عکاسی تشعشع روشنایی مختصر یه چیزی که یک آن یک لحظه است. بروز ناگهانی از ا درخشیدن چشمک زدن سوسو زدن علامت دادن It has lots of meanings. Clash, flash. And we have slash, slash. Noun and verb. از a noun, British. شکاف، چاک، ضربه سری، چاک لباس یا نشان ممیز از ورب زخم زدن، چاک دادن، بریده بریده کردن، کاستن which means کم کردن and the last word which going to learn is splash splash is both a verb and a noun as a noun شلب شلب یا شلب شلب which one شلب شلب or شلب شلب and as a verb شلب شلب کردن or شلب شلب کردن و این شلپی افتادن یه جای شلپی یه جا پریدن سلاش سپلاش Let me review the words quickly Dish, fish, wish, swish مش فلش فرش Rush, hush, گش مش lush Brush, crush, crush blush Flush, flush, flush plush, plush, shush جاش سلاش Ash, cash, Dash, bash, gash, hash, lash, mash, smash, rash, sash, brash, crash, trash, clash, flash, slash, and splash. It's time to move to our examples. Number one A van can crash in the fog. A van can crash in the fog. و ممکنه تو مه تصادف کنه. نمبر 2. پگ got a red rash on her skin. Peg got a red rash on her skin. روی پوست پگ یه جوش قرمز زد یا میتونیم بگیم پگ روی پوستش یه جوش قرمز زد. او can crash in the fog. Peg got a red rash on her skin. Number 3. The man had a gash on the hand. The man had a gash on the hand. اون مرد یه زخم بریدگی روی دستش روی, دست روی دست داشت یه زخم روی دست داشت. Number four. Kent kept a lot of cash on hand. Kent kept a lot of cash on hand. Kent پول نقد زیادی در دسترس یا موجود داشت. In this sentence, we learned something new. On hand means در دسترس موجود حاضر آماده. So the man had a cash on the hand. Kent kept a lot of cash on hand. Number five. Tom can swim and splash in the pond. Tom can swim and splash in the pond. Tom میتونه شنا کنه و شلپی تو آب بپره. Number six. Dan must set the lid on the trash can. Dan must set the lid on the trash can. Dan باید در پوش رو روی سطل آشقال بذاره. So, Tom can swim and splash in the pond. then must set the lid on the trash can. Okay, number seven. Did a rat dash past the trash? Did a rat dash past the trash? آیا یک موش با عجله از کنار آشغال عبور کرد؟ Number eight. Did Brad bash the lamp? Did the lamp smash? Did Brad bash? Sorry. Did Brad bash the lamp? Did the lamp smash? آیا برد آباجور رو محکم کوبید؟ آیا آباجور خورد شد؟ So, did the rat dash past the trash? Did Brad bash the lamp? Did the lamp smash? Number 9. Milt set the fresh fish on the on a dish. Milt set the fresh fish on a dish. Milt ماهی تازه رو روی یک بشقاب قرار داد. Number 10. Did the cat wish it had the fish? Did the cat wish it had the fish? آیا گربه آرزو کرد که کاش ماهی رو داشت یا کاش ماهی رو می‌خورد؟ So, Milt said a fresh fish on the dish. Did the cat wish it had the fish? Fran must rush and get on the bus. Fran must rush and get on the bus. Fran باید عجله کنه و سوار اتوبوس بشه. 12. The man let the gas gush from the gas can. The man let the gas gush from the gas can. اون مرد اجازه داد گاز با فشار از کپسول گاز بیرون بزنه. So, Fran must rush and get on the bus. The man let the gas gush from the gas can. 13. Josh got mud on the plush rug in the den. Josh got mud on the plush rug in the den. Josh, روی فرش مخمل داخل اتاق Uh, گفتیم که دن این معنی اتاق خلوت و دنج میده گل ریخت 14 Did Josh blush? Did Josh get red? Did Josh blush? Did Josh get red? آیا جاش از خجالت سرخ شد؟ آیا جاش قرمز شد؟ جاش got mud on the plush rug in the den. Did Josh blush? Did Josh get red? Let's go to the last example, which is number 15, and it's Josh can get a brush and scrub of the mud. Josh can get a brush and scrub of the mud. Josh میتونه یک فرچه برداره و گل رو بسابه یا اسکراب کنه. همون سابیدن رو میگیم اسکراب. Josh can get a brush and scrub of the mud. به پایان این ویدئومون رسیدیم. امیدوارم که تونسته باشید کلمات زیادی رو به دامنه لغاتتون اضافه بکنید. اگه اینطور بود و ویدیو براتون مفید بود لطفا ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید توی قسمت کامنت ها مثل همیشه من منتظرم که این بار شما کلماتی رو که بلدید و به کانسننت دایگراف شه خط میشه رو تو برای من بنویسید کلماتی که بلدید و توی این لیست نبود مرسی از اینکه تا پایان یه ویدیو دیگه همراه من بودید و تا ویدیو بعدی روزتون بخیر